همونطور که میدونین در 8 هفته گذشته که دور جدید اعتراضات و مبارزات مردم ایران شروع شد، یکی از دهشتناکترین صحنه های سرکوب جمهوری اسلامی این خشونت مرگباری هست که بر علیه کودکان زیر 18 سال روا داشته شد. به همین خاطر ما فکر میکنیم از اونجایی که یونیسف شناخته شده ترین مجمع بین المللی هست که وظیفه اون، مندیت اون دفاع از حقوق کودکان هست، باید پاسخگو باشه. البته در تاریخ 10 اکتبر یک بیانیه یونیسف منتشر کرد، ما هم بسیار سپاسگزار هستیم، اما تجربه ما نشون میده که اینجور بیانیه ها متاسفانه هیچ گونه تأثیری در قبال این حجم از توحش در سرکوبگری کودکان نداشته و نخواهد داشت. ما انتظار اقدامات مؤثرتر و پاسخگویی شفاف و واضح هستیم از یونیسف. خانم فرازی، فکر میکنین یونیسف بازوی اجرایی که نیستش، چه کاری میتونه انجام بده که در واقع بتونه ایران رو پاسخگو کنه؟ کاملا درست میفرمایید، بازوی اجرایی نیست، اما دنیا دنیای ارتباطات هست. ببینید قطعا مثل تمامی مجامع بین المللی، مجامع دفاع از حقوق بشر میتونن، این یونیسف هم میتونه تأثیر بذاره روی بقیه سازمان ها و از اونها بخواد که تحت فشار قرار بدن جمهوری اسلامی رو، پاسخ بگن. ببینید مهمترین چیز برای کامیونیتی ایرانی در خارج از کشور اینه که پاسخگو باشن، حتی اگر نمیخواهند یا نمیتوانند، ما نمیدونیم، میخوایم پاسخ بدن به ما که دلیلش چی هست، چرا نمیتونن یا چرا نمیخواهند. قطعا راه حل رو ما از اونها میخوایم. من نمیتونم برای اونها تعیین تکلیف بکنم که اونها چه بکنن. ما حجم جنایت رو به اونها نشون میدیم و امیدوار هستیم که اونها وجدانشون یک مقدار بازتر بشه.